سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. به نام خدا، من محمد علی طاهری، بنیانگذار تپای مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی هستم. تپای مکمل پوک حدود 30 سال است که در ایران پایه‌گذاری و به مورد تست و تجربه قرار گرفته. مقدمتا توضیح بدم که فرادرمانی در خصوص بیماری‌های جسمی، روانی، روانتنی و ذهنی‌تنی میتونه بیماری‌ها رو مورد مداوا قرار بده و سایمنتولوژی بیماری‌ها و مشکلات ذهنی رو تونسته که مورد مداوا قرار بده. بله، 8 مرداد 94 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام محمد علی طاهری تأیید شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد با این عنوان که اتهامهایی که به طاهری زدین یعنی توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی، درمان بیماران و ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، اینا هیچ کدوم در قوانین خودتون هم مجازاتش اعدام نیست. دیروزم برای دومین بار تو چند روز گذشته در اعتراض به اعدام‌ها در ایران و مشخصاً حکم اعدام محمد علی طاهری، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه داد و نوشت ماشین کشتار را متوقف کنید به مسئولان جمهوری اسلامی. قبلا برای طاهری 5 سال حبس بریده بودن. از سال 88 محمد علی طاهری تحت نظر بوده و این بار سومشه که به زندان میفته یا افتاد. بار اول سال 88 درس کردم بازداشت شد، بعد آزادش میکنم. بار دوم فروردین 89 بازداشت میشه، بعد از 2 ماه با وثیقه آزاد میشه و یکم بیشتر از 1 سال بعدش 14 اردیبهشت 90 دوباره میفته زندان و 24 بهمن همون سال یعنی 1390 رسانه های جمهوری اسلامی نوشتن محمد علی طاهری توسط دادگاه عمومی و انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 900 میلیون تومان محکوم شد. وی به علت گرفتن دست یک بیمار مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد نیز به 74 ضرب شلاق محکوم شد. بعد برای اینکه برن حکم اعدام صادر کنن، این که میگم برای اینکه برن حکم اعدام صادر کنن، سابقه‌اش رو خیلی داشتیم در این برنامه، خیلی در این باره صحبت کردیم که حکم ارتداد متهم رو میرن از مراجع میگیرن، حکم ارتداد طاهری رو میرن از قوم، از صافی گلپایگانی میگیرن. البته در مقابل هم حکم رد ارتداد طاهری رو آیت الله علوی گرگانی میده. همین چهارشنبه پیش هم هواداران محمد علی طاهری میرن جمع میشن جلو دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تو تهران، خیابون اسفندیاری، که عده‌شون رو میگیرن، بعد البته تا شب آزاد میکنن. هیچ کدوم از به اصطلاح دادگاه ها اگر برگزار شده باشه واقعا، هیچ کدوم از دادرسی ها یعنی به اصطلاح در اداره دادرسی اگر برگزار شده باشه، دادسرای اگر رسیدگی کرده باشه، پرونده اگر وجود داشته باشه، خود محمد علی طاهری اگر همچنان وجود داشته باشه، هیچ کدوم اینا هیچ چیش روشن نیست. این مجموعه چیزایی بود که من درباره از زمان محکوم از زمان بازداشت ایشون تا الان در رسانه‌ها منتشر شده من براتون خوندم. واقعا آدم نمیدونه چی میگن اینا حقوق بشر اسلامیشون، یعنی دایره‌ای که درست کردن به نام حقوق بشر اسلامی، یا رئیس قوه قضاییه چه میگه که ما همه چیمون بر طبق کدوم قانون. معلوم نیست که این آدمی رو که شما گرفتین کجا بردین، چه کردین باهاش، فقط آوردینش تلویزیون یه اعترافکی که روشن است دیگه، از هر من از شمس است که همه اینا اجباری است و تحت فشار و شکنجه میایین نمایش دادین و تموم شد رفت. معلوم نیست کی گرفتین اصلا این فیلمو، چیه داستان، ترس از چیست که شفاف نیستی چیز. حالا درباره این پرونده صحبت میکنیم. چرا اینقدر حکومت حساسه روی این قضیه؟
بذارین اول یه اشاره بکنم که خود محمد علی طاهری کیست. ایشون 59 سالشه الان، متولد کرمانشاه، دوره دبستان رو تو کرمانشاه میره، بعد خانواده مهاجرت میکنه تهران، میرن طرف خیابون قلهک. در ادامه تحصیل نوشتن که به هواپیماسازی خیلی علاقه من بود و توی این عکسایی هم که دارین میبینین مشخص است که و این محمد علی طاهری جوان با پیراهن سیاه. در توضیح عکس‌ها نوشته شده در اولین نمایشگاه آثار نوباوگان و جوانان کشور در سال 1355 محمد علی طاهری مقام اول را کسب کرد. بعد کلیشه نوشته‌هاش هست و روزنامه‌هایی که باهاش مصاحبه کردن همون موقعی که 20 سالش بود در واقع. اینا همه نوشته‌های خودشه درباره در واقع اختراع نوعی از هواپیمای سبک. اوایل جنگ ایران و عراق دو نوع مسلسل سبک میسازه که وزارت دفاع جدیش نمیگیره. تو خاطرات هاشمی رفسنجانی هم آمده شنبه 29 خرداد 61 آقای محمد علی طاهری که جوانی بازوق است و اختراعاتی در زمینه اسلحه دارد آمد و گفت که مقامات وزارت دفاع رسیدگی نمی کنند. قرار شد که به وزیر دفاع معرفی شود. به هر حال این عکسیس از مسلسلی که مسلسلایی که اختراع میکنه، ولی به هر حال عرض کردم که جدی گرفته نمیشه، رها میکنه ایران رو، میره ترکیه، چند کشور میره، میره ترکیه، مهندسی محیط میخونه در ترکیه، بعد میاد ایران یه شرکت میزنه که در واقع خانوادگی است با خواهرش به اسم تیواکیان، با بتونن اینا خودش به عنوان مدیر عامل که بتونن اینا ماشینالات صنایع سبک رو بسازن و میسازن، قراردادهایی میمندن، یه مدت کار میکنن، درآمدی هم دارن، مثل دستگاه کیسه پرکنی و ماشینایی که تو کارخونه های آرد و سیلوهای مثلا خوراک دام و تویور و اینا هست به کار میره. سال 85 این عکس ماشینایی است که در همون شرکت تیواکیان که عرض کردم ساخته میشه و فروش میره. باری سال 85 50 سالشه که مؤسسه فرهنگی و هنری کیهانی عرفانی کیهان حلقه، اسم متاسفانه مشکلی هم داره حالا یا خوشبختانه، این رو تأسیس میکنه، ثبت میکنه رسما. دی 85 کانون عرفان کیهانی مجوز فعالیت میگیره و آگهی تأسیسش هم منتشر میشه. من اجازه بدین مجوز فعالیتش رو عیناً براتون بخونم که اهمیت داره دانستن این که مجوز میدهن و بعد دمار از روزگار بابا در میارن. در اجرای مصوبه شماره فلان در مورخ 8/5/84 هیئت محترم وزیران سازمان ملی جوانان با هدف توسعه سرمایه فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت دینی و ملی جوانان با فعالیت کانون عرفان کیهانی با محوریت عرفان اسلامی در محدوده جغرافیایی ملی با مرکزیت استان تهران موافقت می نماید. خب عرض کردم آگهی تأسیسش هم با آدرس و اسامی مدیران از جمله محمد علی طاهری به عنوان مدیر عامل تو روزنامه رسمی کشور چاپ میشه در 12 شهریور 85 که دارین میبینین. به عنوان مؤسسه فرهنگی و هنری عرفان کیهانی حلقه کلاس ها شروع میشه، دانشگاه تهران هم ازش دعوت میکنه بری به یه دوره آزاد تدریس طب مکمل، خیلی هم شلوغ میشه کلاس هاش. ببینین تو دانشگاه تهران برای نمونه شهریار اسلامی تبار مشاور معاونت وزارت بهداشت اون موقع دوره احمدی نژاد تو یکی از کلاس‌های این دانشگاه میگه که نظام از محمد علی طاهری تقدیر میکنه. بودن استاد در این دانشگاه تهران که به عنوان اولین دانشگاه رسمی کشور ما هست و تدریسی که میکنه فکر میکنم معید همین موضوع است که قطعا سیستم قدرش رو میده. خب ببینین وزارت اطلاعات یه اداره داره به اسم اداره برخورد با ادیان و فرق. این اداره در دولت دوم رفسنجانی با وزارت اطلاعات فلاحیان و معاونت سعید امامی شکل گرفت.
سعید امامی، یک بار در معرفی سعید امامی پخش کردیم این سخنرانیش و بخشش رو در همدان سال 75. تو اون سخنرانی برای اولین بار بود که درباره اداره ادیان وزارت اطلاعات حرف میزنه صریحا که ما مهمترین وظیفه‌مون این است و این است و از این دوره باید برخورد کنیم با این عقاید و اینها. آبان 89 وزارت اطلاعات و سپاه میان یه مؤسسه میزنن به اسم مؤسسه بهداشت معنوی. موضوعش چیه؟ جلوگیری از گسترش جریان‌های شبه معنوی در جهان اسلام. بعد سرمایه اعلام شدهش هم 10 تا تک تومانیه. دفتر و دستک عظیمی هم داره تو خیابون میرداماد روبرو مسجد القدیر. محمود رضا قاسمی و مظاهری سیف و چند تا روحانی حکومتی نسبتاً جوان دیگه هم عضو هیئت مدیرشن. این مؤسسه در واقع زمانی تأسیس میشه که محمد علی طاهری و مؤسسه عرفان حلقش رفتن زیر ضرب وزارت و حفاظت اطلاعات سپاه. همین محمود رضا قاسمی که گفتم عضو هیئت مدیره این مؤسسه بهداشت معنوی است که مال حکومت ایشون، یکی از بازجوهای محمد علی طاهری است وقتی که طاهری رو دستگیر میکنن و در دادگاهی هم که محمد علی طاهری به 5 سال زندان محکوم میشه آمد بعد از دادگاه گفت که در واقع حساسیت حکومت رو این موضوع چیه. گفتم بهتر نبود شما یه مطالعاتی در مورد جدیدیت معارف اسلامی می‌کردید بعد نظری می‌دادید. یعنی چی؟ یعنی طرف اسلام شناس نیست تو احکام اسلام و تشیع مخصوصا دخالت میکنه. اینه مسئله شون و اینه وظیفه اصلی اصلا اداره ادیان، حال وزارت اطلاعات. حال در این باره یه مقدار توضیح خواهم داد. اجازه بدین یه نکترم بگم درباره اون چیزی که به عنوان اعترافات رئیس عرفان حلقه گفتم سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد. مثلا همه شوهای تلویزیونی مشابه که دیگه هم میدونن اجباری و ساختگی است. طاهری خودش در فاصله 2 تا از بازداشتاش یه ویدیویی پر کرد که جالبه در همین رابطه. بذارین هم اون ویدیو رو ببینیم هم اون اعتراف ساختگی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان مجموعه عرفان کیهانی، بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاندین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیهانی هستند تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیهانی باشند، از این رو اعلام میکنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهرا به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشه، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شدم. خب من نمیدونم اون قسمت فیلم اعترافات ایشون که پخش شد در سیمای جمهوری اسلامی داریم یا نه. خب ای کاش اونم میداشتیم که حالا بچه هایی که کار کردن روی این حال اون تیکه رو بریدن متاسفانه. به هر حال میاد آقای طاهری در سیمای جمهوری اسلامی مثلا و میگوید که من به هیچ کدوم از اون چیزایی که آموزه های من میگویند هیچ اعتقادی ندارم، به عرفان حلقه هیچ اعتقادی ندارم و این تشکیلات غیر قانونی است و این مرکز غیر قانونی است و از این داستان ها. خب الانم که قبلش گفت که باری بودند قبلا کسان دیگری همچنین گفتند، از جمله سعیدی سیرجانی، البته قیاس مع الفارق شاید باشه ولی سعیدی سیرجانی هم به صراحت گفته بود قبل از اینکه برود زندان، نوشته بود که بعدن هر بلایی سر من بیارن بدانید که اگر چیزی از من شنیدید هیچ کدومش درست نیست و آنچه درست است من الان دارم میگم قبل از اینکه برم زندان. بذارین یه شناختی مختصر از جمع‌های مربوط به عرفان کیهانی یا حلقه پیدا کنیم. جلسات بعضی وقتا با قرآن شروع میشه اصلا. صدق الله العلي العظيم. الله 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 ال
مهندس محمد علی طاهری و استاد عزیز جناب تبار دعوت میکنم که تشریف بیارن که در خدمتشون باشم. خواهی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. خیر مقدم استاد. خیلی ممنون. خوش آمدید. بفرمایید. محمد علی طاهری بارها نوشته است که مسلمان است و شیعه و مرید اهل بیت. مقالات متعددی داره درباره مفاهیم دینی و حتی قرآنی که بعضی مقاله ها رو وقتی میخونین میبینین با یک درک خاصی البته نوشته شده که بیشتر با مفاهیم عرفانی پهلو میزنه. مثلا مثال خیلی زیاد میشه زد، حالا روشنترینش موضوع شیطان یا ابلیسه که در مطلبی که به نام نقش ابلیس نوشته است که ابلیس به خواست خدا در واقع آدم رو سجده نکرد. نافرمانی اگر گفته میشه کرد، نافرمانی فرمایشی کرد، اینن از این اصطلاح استفاده، اینو به کار میبره این عبارتو، نافرمانی فرمایشی کرد تا جهان دو قطبی از آغاز خلقت بشر به وجود بیاد، یعنی خیر و شر وجود داشته باشه، وگرنه اختیار انسان، اختیار بنی آدم معنا پیدا نمیکرد که اگر که اونم قرار بود سجده بکنه به آدم، خب دیگه شری وجود نداشت، بنابراین خواست خدا بوده است. خب آدم هایی جمع میشن در جمع همین عرفان حلقه که میگن به نص صریح قرآن ما اینا رو قبول نداریم که شما دارین میگین. یه مناظره هایی گذاشته میشه در جمع خود هواداران این عرفان حلقه بین آقای طاهری و این افراد که یکی از موضوعهای مورد اختلاف افزون بر موضوعی که عرض کردم مسئله واسطه است، واسطه انسان با خدا. حالا برگردیم به اون اداره ادیان وزارت اطلاعات، خود این کافیه که خب روحانیت به عنوان واسطه انسان و خدا یا انسان با دین بره زیر سوال دیگه. بحث واسطه پیش اومد که من اعتقادم برای این بودش که واسطه باید وجود داشته باشه. چه واسطه بهتر از اهل بیت؟ ما نمیتونیم اینا رو بذاریم کنار. و به این خدمت ایشون رو عرض کردم، خود شما هم دلیل واسطه هستید، خود شما هم واسطه هستید، ما نمیتونیم واسطه رو بذاریم کنار. ببینید ایشون که صحبت میکرد که همون آقای تبار در مناظری با آقای طاهری میگه بنده به طاهری گفتم که خود شما هم واسطه اید، واسطه بنده با خدا. این هاست میگم یه مقدار از دید حکومت مذهبی و ایدئولوژیک خب چیزای جدید، هر کسی خب مهم دقت کردم این قضیه، یه چیزایی برای ماها اصل میشه که واقعا در جهان متمدن زندگی عادی روزمره مردم، هر کسی هر چوری بخواد فکر بکنه، اصلا فکر چرا فکر نکنن، چه خوب که فکر میکنن، ولی جرم میشه. حالا ادامهش هم ببینید، شیوه کار بیعت گرفتن و بیعت کردن هم هست درون این جمع. آقای مهندس طاهری جزوات رو که اصلاح شده بود به من گفتن که ما با همه بیعت کردیم، فقط شما موندی، شما با ما بیعت میکنی یا نه؟ گفتم من این رو اصلا قبول ندارم، مطالبی داره که اصلا اینو من قبول ندارم، علارغم که خودم روش به قول معروف حالا مشاورتن حالا هرچی هست نظر دارم. خب بذارید من فقط گزارش بدم سریع بریم جلو، یه تیکه ای ببینیم از زبان یکی از کسایی که در کلاس‌های آقای طاهری میگه حالش بد بوده و الان خوب شده. افسردگی شدید داشتم، بعد خیلی گریه میکردم تو تنهایی خودم، طوری بود که موزیکای غمگین میذاشتم پا به پای اون موزیکا میشستم عشق میریختم، بعد اصلا طوری بود که شاید 3 ساعت گریه میکردم بدون اینکه علتش رو بدونم برای چی دارم گریه میکنم. و از موقعی که میامدم کلاس همش یه چیزی به من میگفت نمیخوام بیام. سری اولی که من اومدم اینجا به من میگفت که اینجا حالتو نمیگیرم، یه جای دیگه حالتو میگیرم. جلسه کلاس که داشتیم خیلی حالم بد شد که حتی یکی از دوستان که دوره دفاعی رو گذرونده بود و محکم پرت کردم یه گوشه.
و همون حالتی بود که میگفت نمیخوام بیام بیرون. بعد یه ذکری شروع شد، ذکر یا وجیان اندالله بود که بعد قطع شد، لا اله الا الله میگفت. بعد از اون دوباره تموم شد، سری بعد که آغاز شد همین حالتهایی بود که دیدین و الانم احساس سباکی میکنه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب ببینید چند تا چیز روشن بود توی این ویدیویی که خود کانون فرهنگی و هنری عرفان حلقه منتشر کرده که دیدیم. یکی استفاده از دعاهای معمول، این یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، مال دعای توسله که تو هیئت ها میخونن، شبای احیا میخونن. به هر حال دومین نکته این حالت بیرون کردن یک چیز منفی از بدن، مثل بیرون کردن آل یا جن از ذهن یا از تن، این چیزی که در عرف به ویژه سنتی ایرونی ها بعضی کشورهای دیگه هم از وجود داره هنوز. یک، نه همه ایرونی ها البته، بخشی از جامعه. یه نکته دیگر هم اشاره کنم، خیلی ها هستن که هممون میدونیم سالها شاید میرن برای اینکه به یه چیزایی دست پیدا کنن، مثل عرفان قدرتی، اسمی که روش گذاشته می شود، عرفان قدرتی، ذهن پاک، مفاهیمی که تو این 10-20 سال مخصوصا خیلی رایج شده. ببینیم حالا یه تیکر. بنده 6 سال تموم جمعه به جمعه مکتب آقای قنبری دکتر نباتی معروف حضور داشتم، شرکت میکردم که ایشون تو فاز عرفان قدرتی از طریق ریاضت، چله، ذکر و غیره خب کار میکرد، که از شاگردان مرحوم حافظیان هستن. مرحوم حافظیان هم شاگرد هاشم حسن علی نخودکی رحمت الله علیه. من از اون کانون وقتی که خود جناب آقای قنبری، هست آقای قنبری گفتن که هر کی پیشرفت نداره دیگه نیاد، من برش نبودم، برداشم نبودم، زدم بیرون. 3 روز بعد پیغام داد چرا تو رفتی؟ گفتم خب شما خودتون گفتی پیشرفت نداری برو. من خود من ورودی من به مجموعه جناب آقای طاهری، خود جناب آقای طبار بودن که واقعا از این باب هم ممنونشون و هم تا عمر دارم قدردانشون هستم، چون واقعا قشنگ اومدن جلو و قشنگ توضیح دادن و واقعا این شعور الهی رو، آشنایی با شعور عملی رو ایشون به من یاد دادن و ایشون خودشون آقای طبار، آقای طاهری رو هم معرفی کردن، من وارد این مجموعه شدم. فردا صبح یا همین امروز توی این مجلس من ببینم تناقضی هست بین من و آقای طاهری، خدا حافظ شما، میرم میگم خدا یه استاد دیگه من معرف. خب ببینید خود ایشون شنیدیم دیگه، میگه من نه برم نه برده، میگه از پیش دکتر نباتی اومدم چه مهندس طاهری، و اگه لازم باشه از اینجا میرم بیرون و میگم چی؟ میگم خدا یا یه استاد دیگه به من معرفی کن. این دنبال مراد گشتن، حالا استاد در واقع برای چیست؟ در خدمت آقای دکتر مرتاد درویشپور هستیم، جامعه شناس در سوئد. آقای درویشپور خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من سوال مطرح کردم، خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون صدای آمریکا. من در سال بهار 1372 در مجله کنکاش مقاله‌ای داشتم، نمی‌دونم دیده میشه اینجا یا نه، به نام عرفان و آزادگی از منظر دیگر. با توجه به اینکه دیده بودم تمایلات عرفانی در جامعه ایران رشد چشمگیری کرده بود و بحثی هم بین دو تا از اندیشمندان و روشنفکران ایرانی در گرفته بود، آقای عبدی کلانتری و آقای حمید حمید، که یکی عرفان رو یک جنبش بالقوه فاشیستی میدانست، آقای عبدی کلانتری، و آقای حمید حمید سعی میکردن جنبه های ترقی‌خواهانه در اندیشه عرفان ایرانی پیدا کنن و مثلا با رجوع به پروژه هایی که مثلا حلاج در گذشته داشت و یا برخی از گرایش های عرفانی در جهان امروز در جامعه نظیر ایران وجود داره، از اونها میشد به عنوان عنصرهای ترقی‌خواهانه در واقع یاد کرد. من سعی کردم در این بحث دخالت کنم و سعی کنم هم زمینه های رشد عرفان در جامعه ایران رو توضیح بدم و هم اینکه آیا ما میتونیم بفهمیم که چرا حکومت اسلامی به رغم اینکه از یک سو از خود خمینی خودش رو با نوعی از عرفان
تلقی میکرد، تداعی میکرد و هم آقای خامنه‌ای، چگونه با گرایش‌های عرفانی ضمن اینکه میتونه هم نوایی داشته باشه، برخی جاها رفتارهای به شدت سرکوب گرایانه داشته باشه. من در توضیح این پدیده اول اینو بگم، عرفان تا زمانی که به عنوان یک راه حل فردی شناخته میشه، با توجه به اینکه خود درونگرایی رو دامن میزنه، تبلیغ میکنه، در واقع در بسیاری از حوزه‌های روانشناسی هم از این نوع اندیشه‌های عرفانی مدد گرفته شده، برای اینکه مثلا فرد به یک هارمونی برسه، با فردیت و درون خودش نزدیک بشه و به اصطلاح با فاصله گرفتن از ارزش‌های حاکم و دشواری‌های راه حل‌های اجتماعی سعی کنه فرد یه محیط امنی برای خودش بیافرینه. من انکار نمی‌کنم که میتونه عرفان جنبه‌های مثبتی داشته باشه در مدیتیشن، در جنبه‌های مربوط به خودیابی، خودکاوی و به هر حال حلقه‌ای از اندیشه‌های عرفانی میتونه این کمک رو بکنه که فرد بتونه تا حدی به خودش نزدیک بشه. اما به عنوان راه حل اجتماعی به گمان من این ببینه دو موضوعه. ما بخوایم اینو تو این 3-4 دقیقه جمعش بکنیم. یکی این است که خود این افراد به عنوان در واقع مریدان استاد مطرح میشن، من برای همین قسمت بیعت رو مطرح کردم و گفتم این چه نیازی است که آدم از نظر اجتماعی، شما که جامعه شناس هستین، داره، و دو اینکه چرا اینا اینجوری سرکوب میشن از سال 88 89 به این طرف. خواستم بگم عرفان به هر حال یک واکنش در برابر مدرنیته است، یعنی فردیت و آزادی خواهی مدرنیته با آن آزادگی که در عرفان به معنای رهایی از تعلقات جهان مادی و هستی اجتماعی وجود داره کاملا متفاوته. یک. دو، این بندگی و این خودسپاری که در اندیشه عرفانی وجود داره با اندیشه اسلام سیاسی و اصولا بسیار از اندیشه های دینی کاملا پهلو به پهلو میزنه و از یک جنسه. جنبه خرافی که در واقع در معرفت شهودی در برابر معرفت عقلی ارائه میده در واقع در تعارض با مدرنیته قرار داره و از این نظر بسیاری از این حرکت‌های عرفانی کاملا جنبه واپسگرا، ضد مدرن داره و خرافی حتی میتونم بگم. حکومتی که 35 سال خرافه رو یکسره در جامعه رشد داده و آن هم از طریق گسترش نفوذ اندیشه دینی، یکی از پیامدهاش هم گسترش خرافاتی میشه که حتی ممکنه نسبت به اندیشه اسلامی موجود فکر کنن حاکمان عقبتر و خرافیتره، مثلا جنگیری میکنن، جن از بدن خارج میکنن و غیره. اما طبیعتا حکومتی که خودش مبلغ خرافات هست میتونه از این نوع خرافاتهای دیگر هم شکل بگیره. اما چرا سرکوبش میکنه؟ یک جنبه تو اندیشه عرفانی هست و از جمله در این رابطه، اون همین هست که نوعی راه رواداری، نوعی پرهی از مداخله در قدرت سیاسی، نوعی سکت‌های اجتماعی که در واقع به رسمیت نمی‌شناسن واسطه‌ای بین خدا و انسان رو از طریق امامان و یا در واقع حکومت اسلامی، اینها نوعی پس زدن پروژه حکومت دینی است و به این معنی این اندیشه‌های عرفانی تا زمانی که یک کلام هم اهمیت ندارند، به محض اینکه اجتماعی میشن، زمینه گسترش پیدا میکنن، یک تهدیدی میشن علیه مشروعیت حکومت دینی که فلسفه‌اش اینه که من واسطه خدا و انسان هستم و بنابراین این گونه از اندیشه‌های عرفانی میتونه زمینهای حتی نوعی از سکولاریسم رو فراهم بکنه. حکومت سرکوب میکنه اینها رو به دلیلی که مشروعیت اقتدار دینی رو فکر میکنه اگر نیروهای سکولار غیر دینی ممکنه نتونن تأثیر توی افکار مردم بگذارن به اندازه کافی، گروه های عرفانی با توجه از باورهای مذهبی و عقب مانده میتونن رشد چشمگیری پیدا کنن و همین رشد باعث شده که به شدت به سرکوب اینها بیان بپردازن. اما به گمان من حتی افراد خرافه هم تبلیغ بکنن حقشونه و از این نظر به درستی هم سازمان ملل و هم کانون نویسندگان ایران محکوم کردن سرکوب گروه های عرفانی، اندیشه های دینی و حتی شیطان پرستی و هر راه حل دیگری. افراد آزادن عقیدهشون رو تبلیغ بکنن، مداراجویی، مسالمت‌جویی باید جایگزین این روش‌های سرکوب‌گرایانه بشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس از استکهلم سوئد. حالا درباره این موضوع اجتماعی اصولاً قطعاً باید بحث‌های بیشتری بکنیم و خواهیم کرد. خب بریم پرده آخر. اجتماعات ها خیلی در روایت داریم که وقتی جماعتی خونده میشه یه فرشته میادش،
اول امام جماعت رو بو میکنه. این مهمه، اگر قبول باشه نمازش، نه صحیح ها صحیح کرده، قبول برمیگرده، تمام به برکت امام قبول میکنه. اگر او صحیح قبول نباشه، از صف اول دست راست فرشته شروع میکنه که میگن صف اول دست راست، دونه دونه بو میکنه. یه نفر که عمل قبول باشه میرن نماز امام و بقیه رو به برکت او قبول و اجتماعات همجوریست. یه بار دیگه اون فرشته بوم میکنه یا بوم میکشه رو خواهش میکنم نشون بدیم که میگن صفحه اول دست است، دونه دونه بوم میکنه.